سلام، من عابر شایگان هستم. این دانشگاه ها در این برنامه با جوانانی صحبت میکنم که تجربه موفق زبان خواندن، بورسیه گرفتن و دانشگاه خواندن در کشورهای بیرون از افغانستان داشتن. مهمان این اپیزود دانشگاه بهمن بهراد، برنده بورسیه چیفنینگ از انگلستان با ما هست. سلام بهمن، خیلی خوش آمدی به این برنامه. اگر موافق باشه اول از پیشینه آموزشی و تحصیلی شروع بکنیم، اینکه کجا درس خوانده و چقدر درس خوانده و فعلا چی میکنی؟ بسیار تشکر شایگان عزیز. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام دوستا و عزیزایی که ما را میبینن. بسیار تشکر از اینکه وقت موندین و ما را دعوت کردین به برنامه تان. خب ما مکتب را در کابل خواندم، از مکتب سید اسماعیل بلخی در سال 2014 فارغ شدم و بعدش طبق معمول امتحان کنکور را سپری کردم و خوشبختانه که نتایج امتحان کنکور من بسیار خوب بود. ما در امتحان کنکور سال 2014-2015 دوم نمره عمومی کنکور بودم که از جمله 360 نمره 351 نمره تونستم بگیرم و از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای بورسی دولتی کشور قزاقستان معرفی شدیم به اساس می نمرات بلند کنکور. یک امتحانی که از طرف وزارت تحصیلات عالی قزاقستان در کابل برگزار شد او را هم سپری کردیم و بالاخره بورسیه را به دست آوردیم و در سال 2015 قزاقستان رفتم. یک سال را دوره آموزش زبان را سپری کردم، زبان روسی و قزاقی، و سال 2016 وارد دانشگاه برای دوره لیسانس شدم در دانشگاه پلی‌تکنیک کشور قزاقستان رشته انجینری سیول. در سال 2020 دوره لیسانس رو تمام کردم. چون ما بیشتر علاقمند فعالیت‌های اکادمیک یا کارهای اکادمیک بودم، به مو خاطر بعد از فراغ از دوره لیسانس به جایی که دنبال کار در رشته خود در سکتور دولتی یا خصوصی بوده باشم، بیشتر رفتم و خواستم ادامه تحصیل بدم و بر بعضی از بورسیه های کشورهای مختلف اپلای کردم که خوشبختانه او سال تونستم که بورسیه دولتی کشور چین را به دست بیارم و همچنان بورسیه دانشگاه نظرباف کشور قزاقستان را. دو سمستر آنلاین در کشور چین درس خوندم، متاسفانه به خاطر موضوعات کرونا نتونستیم که ویزا بگیریم و رفتن نشد در چین و بورسیه که یک سال قبلش از دانشگاه نظرباف گرفته بودم بر سال بعد ایره تمدید کردم در قزاقستان و آمدم و ماستری اولم را در دانشگاه نظرباف کشور قزاقستان در رشته انجینری سیول و محیط زیست تمام کردم. چون ما بعد از تمام اتمام دوره ماستریم، چون تجربه تحصیل در قزاقستان، کشور چین و همچنان در داخل افغانستان بر مدت کوتاه در دانشگاه کابل را داشتم، این بار خواستم که در یک از دانشگاه های کشورهای غربی تحصیل کنم. به مو خاطر و هدف من گرفتن یک از بورسیه های معتبر مثل فولبرایت امریکا، چیفنینگ انگلستان، اراسموس اتحاد اروپا یا داد جرمنی بود. فولبرایت امریکا متاسفانه به خاطر موضوعات اخیر بر افغانستان بسته شد و ما بر چیفنینگ انگلستان و اراسموس اتحاد اروپا و همچنان بر بعضی از دانشگاه های کشور ایتالیا و بایس پلان بی یا پلان دومی اپلای کردم. خوشبختانه تونستم همزمان بورسیه چیفنینگ انگلستان اراسموس اتحاد اروپا را هم به دست بیارم و بر علاوه دادن پذیرش از طرف دانشگاه پلی‌تکنیک تورین ایتالیا و نام یک بورسیه مکمل را بر ما پیشنهاد کردن. خب در بین بورسیه انتخابش اونقدر سخت نبود، چون بورسیه چیفنینگ یک بورسیه معتبرتر است و دیگر بورسیه ها. آمدم انگلستان و فعلا هم که در دانشگاه نیوکاسل انگلستان مصروف تحصیل و تحقیق هستم و خوشبختانه که در آخرم برای دوره دکترایم تونستم که از دانشگاه نیوکاسل انگلستان بورسیه بگیرم و انشالله که با آغاز سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر تحقیق و درسایم در مقطع دکترا آغاز میکنم. عالی.
گفتین که بورسیه که چفنینگ را بعد ساوردین و بعد فعلا هم در دوره ماستری در رشته جیوتکنیک در دانشگاه نیوکاسل درس میخوانین. از آنجایی که این رشته خیلی در افغانستان ناشناخته است و اکثرا مردم نمیشناسن، یک معرفی کوتاهی در مورد این رشته داشته باشیم و اینکه وقت خودت این رشته را تمام کردی به عنوان انجینیر جیوتکنیک چی کار میتونی بکنی؟ در چی زمینه کار میکنی؟ بسیار عالی. انجینری جیوتکنیک یک بخش از انجینری سیوال یا به اصطلاح عام انجینری ساختمانی است. چون وقتی که دوره لیسانس انجینری سیوال به صورت عمومی میخوانیم، برای دوره دکترا و ماستری باید یک بخش اختصاصترش را تحقیق کنیم دربارش. تکنیک یک بخشی از اختصاصی از انجینری سیوال است که در مورد مقاومت سطوح داخلی زمین را مورد ارزیابی قرار میده، که میتونه درباره مقاومت تهداب ساختمان باشه، یک بخشش رد میگیره با موضوع زلزله و یک بخش دیگه هم رد میگیره با لغزش زمین و این موضوعات. من خودم شخصا در 3 سال اخیر در مورد در بخش انجینری جیوتکنیک در بخش لغزش زمین یا که به انگلیسیش لند سلایدینگ میشه ریسرچ میکنم، و دلیل از اینکه من این بخش برای تحقیق و ریسرچ انتخاب کردم هم ای بود که در متاسفانه در داخل افغانستان در این بخش زیاد توجه نشده و به می خاطر ما به طور مثال در آخر شاهد بعضی حوادث هستیم که اتفاق میفتن، خصوصا در ولایت های مشرقی افغانستان در اثر برفباری یا بارندگی که لغزش زمین صورت میگیره یا که سقوط سنگ ها از کوه صورت میگیره، که اینا تلفات بسیار انگفت جانی و مالی در پی داره. و در این مدت 3 سال اخیر خوشبختانه که تونستیم نتایج تحقیق خود در بعضی از جورنال های بین المللی هم چاپ کنیم و در بعضی از کنفرانس ها میره ارائه کنیم. و اما قسمی که شما گفتین دست پنه در داخل افغانستانی بخش از انجینری سیوال زیاد بین حداقل بین مسئلین انجینری زیاد شناخته نیست، به مو خاطر ما هدف مایست و یک پلان داریم بخیر که با آغاز سال جدید تحصیلی بعد از سال نو بعضی از ورکشاپ ها و ویبینار ها آنلاین را به صورت کوتاه مدت برای محصلین دانشگاه های خصوصی و دولتی دایر کنیم و محصلینی که علاقمند بخش باشن را شناسایی شود و یک زمینه تحقیق مشترک اونا با دانشگاه های بیرونی مثلا دانشگاه های انگلستان ایجاد شود، که در این قسمت هم ما با بعضی از دانشگاه ها در داخل انگلستان مثل دانشگاه اگزیتر، دانشگاه بعد دانشگاه واریک، دانشگاه نیوکاسل با بعضی از اساتید که در بخش جیوتکنیک اینا تحقیق میکنن و کار میکنن ما گپ زدیم و خوشبختانه اینا هم آمادگی نشان دادن که با مسئله افغان اینا کار خواهد کرد و امیدوار هستیم که بتانیم که یک ارتباط بین مسئله افغان و محصلین بیرونی و همچنان استادای دانشگاه های بیرونی ایجاد کنیم، که از یک طرف میتونه مسئولین افغان کمک کنه که از تجربیات استادا در بیرون استفاده کنه و از طرف دیگه بگرامت تحقیق اینا را بالا میبره که بعدا به خاطر گرفتن بورسیه و فرصت های تحصیلی اینا را میتونه کمک کنه. آره بهمن، همونطور که خودت اشاره کردی تجربه گرفتن بورسیه را خیلی زیاد داری، عامل موفقیت در گرفتن این همه بورسیه چیه؟ رازش چیه؟ برای ما بگو که ما بفهمیم که چطور باید بورسیه بگیریم. خب اگر صادقانه برتون جواب بدم، اولین عاملش هم میتونم خواندن یا یاد گرفتن زبان انگلیسی پیش از پیش یاد کنم. یعنی من انگلیسی را در دوره که مکتب بودم سرش کار کردم و انگلیسی را بهتر آموختم، یعنی خوبتر آموختم. و وقتی که ای از یک طرف که وقتی که من بورسیه اپلای میکردم وقت انگلیسیم خوب بود، این مرد در
گرفتن قبولی بورسیه کمک میکرد و از طرف دیگه مرا در پیدا کردن فرصت های مختلف تحصیلی کمک میکرد. چون حالی تمام موضوعات، تمام فرصت ها در زبان انگلیسی است و ما بدون از این که بروم از بعضی از صفحات مجازی بعضی فرصت ها را نشر میکنه که اکثریت شد او قدر قابل اعتبار هم نباشه، ما چون مهارت زبان نسبتا خوب بود مستقیم درباره فرصت های تحصیلی میخوندم، تمام موضوعاتش را و خود را آماده میکردم. موضوع دیگه که من میتونم بگویم که مرا کمک کرده باشه تعیین مسیر قبل از قبل بوده. یعنی وقتی که ما در دوره لیسانس بودم مسیر و هدف مشخص بود که ما باید بورسیه برای دوره مستری خود بگیرم، بعدش کدام بورسیه رو باید اپلای کنم. این موضوعات این مرا کمک میکرد که وقتی ما درباره بورسیه های مختلف میخوندم، اما موضوعاتی که برای بورسیه های مختلف ضرورت بود ما پیش از پیش خود آماده از اون موضوعات میکردم. و طور مثال یکی از چیزهایی که بسیار مهم است برای گرفتن بورسیه و قبولی دانشگاه های مختلف بر علاوه اکادمیک ریکورد خوب، یعنی نمرات و این موضوعات که خوب باشه، فعالیت های اجتماعی برای رضاکارانه این موضوعات بسیار رود بود. ما با وجود که یک محصول انجینری بودم، اما به خاطر از اینکه موضوع را فهمیده بودم که این ضرور است که من فعالیت اجتماعی را داشته باشم، در پروی درس هایم همیشه کوشش میکردم فعالیت های اجتماعی داشته باشم. در کنفرانس های مختلف مثل شب سازی سازمان ملل متحد بایس چیار بایس دلیگیت اشتراک میکردم، در بعض از نهادهایی که لیدرشپ نتورکینگ اونجا میتونستیم که تمرین کنیم مثل توس موسر، مثل نهاد آیسه که در کشورهای بیرونی در هر کشور وجود داره، دوستان کسایی که بیرون از افغانستان هست میتونه اشتراک کنه، حتی قبل از این دولت داخل افغانستان هم وجود داشت میتونستن اشتراک کنه. و بعضی از فعالیت های رضاکارانه و موضوعات ما داشتم در جریانی که دوره لیسانس و ما را آماده میکرد قبل از قبل. وقتی که ما اپلای میکردم تمام موضوعات را ما قبل از قبل داشتم. یک موضوع آخری هم که میتونم یاد کنم ایست که ما همیشه کوشش میکردم که نظر به سطح خود اپلای کنم. به چی معنا؟ که هیچ وقتی ما مثلا وقتی که من از دوره لیسانس فارغ شدم به خودی اجازه رو نمیدونم که برم برای بورسی فولبرایت امریکا اپلای کنم، به خاطر از اینکه برای من مشکل بود زمان موضوعاتی که ضرور بود را نداشتم. و این موضوع من این کمک کرد از یک طرف از جای وقت جلوگیری کرد که من برم به بورسی هایی که من واقعا قابلیتش نداشتم اپلای کنم، فقط جای وقت. از طرف دیگه انگیزی آدم رو کم میکنه، وقتی که انگیزی محصول کم میکنه که رد شود، یک بار رد، دو بار رد، این باعث میشه که انگیزه کم شده بره. همیشه ما کوشش میکنم به بورسیه هایی که قابلیت شده داشتم اپلای کنم بگیرم، اما هدف مشخص بود ما بعد از چند سال میتونم بورسیه های بلندتر هم بگیرم، که همونطور هم شد. مثلا بعد از اینکه من بگرم تحقیق و موضوعات خود را خوب تر کردم، تونستم بر بورسیه راسموس بگیرم، بورسی چپنینگ بگیرم. این موضوع عالی. به من آدم های یا دانش آموز های زیاد در افغانستان، خصوصا دخترها که متاسفانه از آموزش و ادامه تحصیل محروم شدن، خودت با توجه به تجربه ای که داری در قزاقستان و فعلا در انگلستان، چه فرصت های تحصیلی در این دو کشور وجود داره، یا بهتر میشه گفت چی بورسیه های وجود داره و دانش آموزا چطور میتونه از این بورسیه ها استفاده بکنه و اینا رو به دست بیاره؟ خب اول خب وقت ما متاسف هستیم بخاطر اوضاع فعلی افغانستان، بسیار نگران کننده است. از فرصت های تحصیلی از خواهرای ما گرفته شده، متاسفانه نمیتونن برن تحصیل کنن. همینطور از پسرها متاسفانه اگر اینام رفته میتونه اعضای تحصیلی اونقدر جالب نیست. تمام استادا بخش اکادمیک متاسفانه که نام مجبور شدن از داخل افغانستان بیرون شوند. اعضا در کل جالب نیست. اما بازم چیزی که من میتونم بگویم که
اونا امید داشته باشن و در عین زمان برای بعض از مهارت های خود کار کنه، که یک از مهارت ها رو میتونه یاد گرفتن زبان باشه. به صورت آنلاین اونا میتونن از کورس های استفاده کنن، مهارت زبان خود بالا برن، انگلیسی یا که بعضی از زبان های دیگه که میتونه بعدا به کارشان بیه، خصوصا زبان انگلیسی میتونه بسیار برشان خوب باشه. در پلویش مهارت های کمپیوتر رو بیاموزن، مهارت های اینترنتی، موضوعات برای گرفتن فرصت های مختلف. بعدا ما امیدوار هستیم که اوضاع خوب شود و بعد از خوب شدن اوضاع میتونه که مهارت هایی که فعلا یاد میگیرن در این جریان کمک کنه. در قسمت سوال شما، در کشور قزاقستان یک بورسیه دولتی وجود داره که هم سال اعلان میشه و انقریب آغاز میشه، ثبت نامش در آخر ماه مارچ، و این بورسیه است که در برای مقاطع لسانس، ماستری و دکترا وجود داره برای دانشجوهای بین‌المللی که افغانستان هم خوشبختانه شامل از است، میتونن اپلای کنن. یک بورسیه مکمل است و تعدادش هم بسیار زیاد است، 550 سید بورسی هست، یعنی چانس گرفتنش هم بالا است. میتونن برای یک اپلای کنن در مقاطع مختلف. در پهلویش یک بورسیه دانشگاه نظربایوف است، جایی که ما مستری ما گرفتیم، که یک بورسیه است که از طرف خود دانشگاه ارائه میشه در مقاطع ماستری و دکترا است. این بورسیه که بورسیه فوق العاده عالی است و دانشگاه نظربایوف در سال 2010 ساخته شده، یک دانشگاه نو است، اما در این مدت کوتاه پیشرفت بسیار خوب داشته. تمام استادایی که در اینجا تدریس میکنن استادایی است که از دانشگاه های خارجی اینا دعوت شدن، اینجا از نقاط مختلف جهان اینجا دعوت شدن تدریس میکنن. بیشتر ریسرچ محور است، کسایی که علاقه مند تحقیق هستن این دانشگاه بسیار جای خوب است. و در کل از لحاظ امکانات درسی، تحصیلی و رفاهی برای زندگی هم یک جای بسیار خوب است دانشگاه نظربایوف و در کل کشور قزاقستان. و در مورد انگلستان هم که بورسیه مکملی که وجود داره برای دوره ماستری، بورسیه چپنینگ انگلستان است، که تا زیاد از دوستاش در بارش معلومات داشته باشم. و بغیر از بورسیه چیونینگ در انگلستان، بعضی از دانشگاه ها در بعضی از رشته های مشخص بورسیه های مکمل راه میکنن، یا ای که بعضی از بورسیه ها به خاطر فیس دانشگاه است، یعنی مکمل نیست، فقط فیس دانشگاه را اینا کاور میکنن، یا فیصدی از فیس دانشگاه را اینا پرداخت نکنن. این تو فرصت های هم وجود داره که حداقل میتونه با گرفتن امید بورسیه نیمه مکمل هم اینا را برای گرفتن ویزه حداقل کمک میکنه. و وقتی که داخل انگلستان به اینجا، باز فرصت های دیگه وجود داره که به خاطر مهاجرین وجود است، یعنی تعداد بورسیه مهاجرین از تعدادش قابل ملاحظه است، اینا میتونن اپلای کنن و بورسیه بگیرن و ادامه تحصیل بدن. میشه خیلی خلاصه در مورد گرفتن بورسیه چپنینگ صحبت بکنین که تجربه خودت و اینکه عامل موفقیتت برای گرفتن این بورسیه چی بود و دوستای که علاقه‌مند این بورسیه هستن چی آمادگی هایی باید بگیرن و چطور میتونن این بورسیه رو به دست بیارن؟ خب بورسیه چپنینگ یک بورسیه است که همسال از طرف دولت انگلستان برای محصلین خارجی اعلان میشه و محصلین از بیشتر از 160 کشور جهان میتونن در یک روز اپلای کنن. به خوشبختانه افغانستان هم شاملش هست، اما فقط متاسفانه نظر به شرایط فعلی افغانستان، محصلین افغان که بیرون از افغانستان زندگی میکنن اینا تنها میتونن اپلای کنن. اینا درخواستی ها را از داخل افغانستان متاسفانه قبول نمیکنن در دو سال اخیر. سالانه بیشتر از 60 تا 70 هزار درخواستی اینا دریافت میکنه برای بورسیه چیونینگ و از بین از یک الی 1.5 هزار نفر کامیاب میشن و موفق میشه. چانس قبولی بورسیه چیونینگ بین 1.5 تا 2% است، یعنی یک بورسیه فوق العاده رقابتی است. و چیزی که در این بورسیه مهم است بر علاوه چیزهایی که طبق معمول بر تمام بورسی ها ضرورت هست، یکی 2 سال تجربه کاری ضرورت داره که باید داشته باشه، که میتونه
فول تایم باشه یا ای که بعضی پارت تایم قبول میشه یا حتی بعضی کارهای رضاکارانه و مزاد هم میتونه که حساب شو به حساب تجربه کاری. و تمرکز بیشتر از اینا در قسمت سلکشن و انتخاب کردن کاندیدا به خاطر بورسیه کسایی است که تجربه موفق در بخش لیدرشپ یا رهبریت، نتورکینگ یا شبکه سازی داشته باشه و یک پلان یا هدف مشخص در رشته خود برای آینده داشته باشه. این سه موضوع اینا بسیار مهم میگیرن در و باید در مورد هر کدام از یک سه در حدود 500 لغت باید بنویسن اینا در قدم اول. و بعد از اون بعضی از مراحل مختلف داره و نظر بینمی است که نشته میشه در یک انترویو شورلیست میشه بعضی از کاندیدا و بعض از ای که انترویو رو پاس کردن و مسئله موفق اعلان میشه و بورسیه رو میگیرن. چیزی که میتونه در بورسیه کمک کنه مثلا فقط تمرکز بیشتر روی نوشتن یک ایسه خوب داشته باشن، یک ایسه خوب بنویسن اینا که مشخص با مثالای از زندگی شخصی خودشان کارهایی که کردن ایره در بر داشته باشه یا پلان دوباره پلان آیندهشان هم که است باید یک پلانی باشه که در دو بخش در از مدت کوتاه مدت و قابل یعنی قابل عملی شدن باشه، یک چیزی به اصطلاح عام مبایی نباشه. وقتی که نبفهمه که پلان ها مشخص است میتونه کمک کنه برای کامیابی. و در بخش لیدرشپ و نتورکینگ هم یک وقتی که کسی مسجم خوب نشته بتانن اینا نظر به تجربیات گذشته خود میتونه اینا رو کمک کنه. عالی. بهمن خودت تجربه آموزش و تحصیل در سه کشور داری، در افغانستان درس خوانده، بعدا قزاقستان و فعلا هم انگلستان، و تجربه هایی که از این کشورها داری روی هم رفته چی تأثیری روی دید و بینشت نسبت به زندگی، نسبت به کار و تحصیل گذاشته؟ چی تغییرات بعد از این همه درس خواندن در شخصیتت و در خودت و در بینش و افکارت فکر میکنی به وجود آمده؟ خب بعد از اینکه ما از افغانستان آمدم و در قزاقستان مدت 8 سال قزاقستان بودم، بعدش انگلستان، تحصیل در این کشورها تنها چیزی که فعلا میتونم بگویم تغییرات تاثیر تحصیل و زندگی در بیرون بینش ما دیدم را نسبت به فرصت های موجود در زندگی وسیع تر کرد. یعنی ما این فهمیدم که فرصت های بسیار زیاد وجود دارن که متاسفانه وقتی ما در داخل افغانستان بودم نسبتا کوچکتر میاندشید. یعنی فکر میکنم فرصت ها بسیار محدود است، فرصت ها کم است داخل افغانستان باشه، اما وقتی بیرون بیایم میبینیم که فرصت ها بسیار زیاد است. فرصت ها فقط نیاز به کار، نیاز به برنامه، نیاز به پلان داره و میتونیم رو به دست بیاریم. به طور مثالش وقتی که آل داخل هر وبسایت هر دانشگاهی که بری در هر فاکولته یا در هر رشته از حداقل از کشورهای همسایه ما دو سه استاد وجود داره، استاد دانشگاه با سطح پروفسور این موضوعات. اما متاسفانه که از ما بنابرم شرایط حتی در بسته پانتون یک دانشجوی دکترا هم نداریم. خب این برمیگرده به شرایط این موضوعات، اما در کل هدف ما این است که فرصت های زیاد وجود داره و ایره ما وقتی که بیرون از افغانستان آمدم و در قزاقستان بودم اونجا با پروفسورها یا استادای مختلف کار کردم، دیدم در بخش تحقیق، و اینجا وقتی که آمدم با انتونای مختلف وقتی که آمد ارتباط میشون میبینیم فرصت ها بسیار زیاد است و فقط نیاز به برنامه ریزی خوب، پلان و کوشش دارم. عالی. و سوال آخرین که از تجربه زمان آموختن خود برای ما بیشتر بگو، این که چطور میشه راحتتر و سریعتر و خوبتر زبان یاد گرفت. معمولا کسایی که در افغانستان تجربه زبان آموزی بسیار سختی دارن یا سالها پول و زمان هزینه میکنن و در نهایت به آنچه میخوان برسن نمیرسن، در نیمه راه ناامید میشن، خسته میشن
و زبان یاد نمیگیرن، چطور میشه این تجربه را به یک تجربه موفق بدل کرد؟ خب در مورد تجربه شخصی خودم که من همونطور که قبلا یاد کردم انگلیسی خواندن از وقت آغاز کردم، در سال 2009 من شروع کردم انگلیسی خواندن، در سال 2011 من دیپلم انگلیسی می گرفتم، بس در ادوانس من انگلیسی را تمام کردم و انگلیسی را در شهر کابل مثل تعداد زیادی از جوانای افغان در کورس ستاره، یکی از کورس های معروف او زمان بود، در سنفای استاد علیرضا یاسا و استاد چنگیز انگلیسی یاد گرفتم زمان. و بعدش وقتی قزاقستان آمدم من کوشش کردم که انگلیسی ما زنده نگه زنده باشه، یعنی همیشه وقتی که من در مرشتیم اگه کتاب میخوندم مقاله میخوندم کوشش میکردم در انگلیسی باشه، کوشش میکردم در هر برنامه که اشتراک میکنم در انگلیسی باشه و همون تو بعض چیزایی که نوشتم میکردم هم در انگلیسی باشه. و وقتی که در دوره ماستری رفتم باز من درس دادن شروع کردم و تقریبا 2 سال دخصان من انگلیسی تدریس میکردم. خب در مورد از این که دوستایی که حال بخواین انگلیسی یاد بگیرن نظر به تجربه من، هم قسمی که شما گفتین تعداد زیادی از جوان ها در داخل افغانستان وقت زیاد است برای میکنن که انگلیسی یاد بگیرن، از این کورس و کورس سالار در بر میگیرن، حتی بعضیشون داخل فارغ هم نمیشه، که به نظر من دلیل اصلی از این نبود انگیزه است. وقتی که انگیزه قوی وجود نداشته باشه بالاخره به نتیجه نمیرسه و این باید دوستا وقتی که انگلیسی میخوانن یک هدف مشخص از انگلیسی خواندن خود داشته باشن. این مثلا گرفتن بورسیه است. خب در گرفتن بورسیه وقتی که مصمم باشن تصمیمشون قطعی باشه انگیزه پیدا میشه و این میتونه که اینا رو کمک کنه که خوبتر و منسجمتر تصمیم بگیرن و انگلیسی بخونن. موضوع دیگه هم میتونه میره بگویم که چون به خاطر اپلای کردن در فرصت های مختلف تحصیلی انگلیسی اکادمیک ضرورت است، اینا اگر امتحانات انگلیسی زبان انگلیسی رو سپری کنن مثل آیلتس توفل اینا باید امتحانات اکادمیک سپری کنه، به او خاطر وقتی که در جریان انگلیسی خواندن همزمان باید کوشش کنن که در 4 اسکیل یا 4 مهارت انگلیسی اینا کار کنن، شنیدن، گپ زدن، نوشتن و گوش دادن است، اینا همزمان کار کنن و این کمک میکنه وقتی که میاین و میخواین امتحان بتن آسانتر برشان امتحان سپری شوه و نمره خوب بگیرن. عالی. بهمن متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، حدود 1 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر میخوای چیز اضافه کنی بفرما. بسیار تشکر میکنم از شما به خاطر ایجاد از این برنامه که میتونه یک برنامه معلوماتی بر جوانا باشه، کسایی که بخواین اپلای کنن و میتونه یک برنامه انگیزشی باشه. بسیار تشکر میکنم از ایجاد از این برنامه و در آخر میفهمم که شرایط ما سخت است، قسمی در جریان برنامه هم گفتیم در داخل افغانستان حتی جوانایی که بیرون از افغانستان از شرایط سخت است، به ما اندازه که شرایط ما سخت است مشکلات ما زیاد است، به ما اندازه ما بیشتر ضرورت داریم نسبت به هر جوان هر کشور دیگه که کار کنه. به او خاطر از تمامشون خواهش میکنم که انگیزه داشته باشن، امید داشته باشن و کار کنن، تلاش کنن و موفقیت تک تکشان از خداوند میخوایم. انشاءالله که سرفراز و کامیاب باشن. ممنون که ما را در این برنامه همراهی کردین. برای حمایت بیشتر از ما لطفاً آن را لایک و سابسکرایب کنید و در پایان کامنت بگذارین و به ما بگین که دوست دارین چه سوالهایی از مهمانان این برنامه بپرسیم. شما هم اگر تجربه تحصیل در کشورهای بیرون از افغانستان دارین و مایلین که این تجربه را با مخاطبان این برنامه هم در میان بگذارین، لطفاً از طریق ایمیل و شماره واتسابی که در پای همین ویدیو می‌بینین با ما در تماس شوین. تا دانشگاه دیگه وقت شما خوش.